ایران یک مقاله از خانم مهشید امیرشاهی در دفاع از فلسطین دیدم و قابل نقد دیدم این مقاله رو و میخواستم نقد کنم. اول مهشید امیرشاهی که خب این خانم هست، خیلی از شماها نمیشناسید، بچهای نسل جدید که امکان نداره بشناسن، یک نویسنده است و معروفیت این خانم از اونجایی نشأت میگیره که میگن اولین نویسنده‌ای بود که دقیقا گفت باید از بختیار حمایت کنیم که خمینی بیاد دهنمون سرویسه، و خیلی مقاله مهمی داشتش اون موقع که تو روزنامه های اون زمان چاپ شد. ما مقاله شون رو مثلا یه نگاهی بندازیم، این البته چهره الانشون این هست، چهره گذشتهشون این شکلی بوده و مقاله شون این بود: نامه مهشید امیرشاهی، قصه نویس به آیندگان. کسی نیست که از بختیار حمایت کنه. بعد اینجا تو شرایطی که همه هوادار خمینی بودن، یعنی جو سنگین روشنفکری ما هم هوادار خمینی بوده، خانم امیرشاهی می‌نویسه که آقا این خمینی بیاد دهنمون سرویس ها. حالا از این بابت ایشون خب خیلی معروفیت شدیدی داشتن بعد از این قضیه، و گفتن آقا اولین زنی که فهمید و داستان و بله، تمام پیشبینی‌هاش هم اینجا توی این مقاله درست در میاد، یعنی بخش قابل توجهی از پیشبینیایی که میکنه درسته، که حالا نمیخوام جزئیاتو بگم. اما امروز این خانم اومده یه مقاله‌ای داده که مقالهش یه مقدار کوچولو سر و صدا کرد در بخش اهل روشنفکر و نوشت به دو دلیل مهشید امیرشاهی. میگه قصدم از نوشتن این مطلب پرداختن به جزئیات جنگ خونینی که به راه افتاده نیست، چون جزئیاتش را میتوان هر روزه از طریق رسانه‌ها به دست آورد و پرداخت به آن. در این مقاله اتلاف وقت من و خوانندگان هر دو خواهد. میگه که اگه بپردازم به این مسئله سیاسی، نه، اتلاف وقت من و خوانندگان و هر دو خواهد بود. در ابتدا سخن میخواهم هشداری کوتاه و به هموطنانم بدهم و در پیش به اختصار از آن چه میگذرد صحبت کنم. به این دو دلیل از نو قلم به دست گرفتم. میگه دلیل اولی که گرفتم، اسرائیل دشمن ایران است، دشمن زادگاه ما و خاک پدران ما که تک تک ما پاسدار و پرستارش هستیم. دلبریای اسرائیل از ایرانیان، به ویژه از آنهایی که در خارج از کشورن، به هر شکلی که بروز کنند، مثلا ابراز همدردی، همدلی، دادن دلگرمی و وعده و وعید، تشویق به مخالفت بیشتر با رژیم، طرفداری از حقوق زنان، اظهار خشونتی و ارسال عریضه تبریک به مناسبت موفقیت، دادن تصدیه و گرفتاری فلان 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 فلان. میگه اینا فایده نداره، اینجاش موضوع من نیست. حرفش اینه که میگه آقا چرا جامعه ایرانی، خیلی مقالش طولانیه، میگه چرا جامعه ایرانی داره از اسرائیل دفاع میکنه، این اشتباهه. من باش موافقم البته. میگه دفاعی که جامعه ایرانی داره میکنه این اشتباهه. منتها خب ایشون بالاخره مثل من در خارج از کشور نشسته، بالاخره نفس من و ایشون از جای گرم بلند میشه دیگه. اصلا خود من تو این 5 سالی که داشتیم دفاع میکردیم از جمهوری اسلامی، بله خب ما اون بسیجی و اون گشت ارشاد و اینا نیست، از یه نگاهی داریم به قضیه نگاه میکنیم، یه نگاهی بالاتری داشتیم نگاه میکنیم، پازل ها رو میدیدیم و میگفتیم آقا این دفاع رو کنیم، شاید اینا هم حالا تو مسیر را آدم کنیم. بله دیگه ما تو خارج از کشور داریم حال میکنیم بالاخره نسبت به مردم ایران و این فشارها رو مردم ایرانه، یه خود نفس از جای گرم بلند میشه. حالا ایشون هم نفسه عجای گرم میگه چرا مردم اینا از اسرائیل دفاع میکنن. حرف درسته، اسرائیل دشمنه، برای اینا همه درسته، ولی اینکه آدم بپرسه چرا دارید دفاع میکنید اشتباهی نجیبه، اینکه رژیمو نشه. ولی حالا اینجا رو من کاری ندارم. تو ادامه مقاله ایشون سطح جنایات حماس رو میاد یک سری دلایل میاره. من اون دلایلی که میاره رو میخوام یک نگاهی بکنم، نقد به ایشون دارم، میگم بر اساس دلایلی که شما میاری، دقیقا در بخش اول مقالتون که میگید که من قصد نوشتن این نامه رو نداشتم، ولی دلیل اولم اینه که دلیل دومشون هم اینه که میگه خب آقا این اصلا واقعا اسرائیل داره جنایت میکنه. دلیل اول اینه که میگه چرا مردم ایران دارن دفاع میکنن، بخش جدی از مردم ایران دارن از اسرائیل دفاع میکنن. در بخش دوم که دلیل دوم میاره که خیلی طولانی نوشتن و خیلی مسائل رو بیان میکنن، تاریخی و سیاسی و اینا، در یک جایی از مقاله میگه که آقا اگر حماس جنایت کرده به این دلایل بوده، که من اون دلایل رو ما هم میخوایم نگاه کنیم. و دقیقا میخوام بگم خانم امیرشاهی اگر مردم ایران هم دارن از اسرائیل دفاع میکنن، دقیقا به همون دلایلی است که شما آوردید و میگی حماس به عبارت همون دلایل جنایت کرده. بریم بخش دومش رو نگاه کنیم. نه اینجا در این بخش مقاله من، البته مقاله طولانی بود ولی این بخشش خیلی بهم برخورد دیگه، دیدم نمیتونم برنامه نسازم با توجه به اینکه به هر حال مقاله ایشون در سال 57 مقاله درستی بوده، ولی اینجا دیگه دیدم واقعا داره توهین به شعورم میشه. میاد توضیح میده که اسرائیل چیکار کرده و حماس 16 سال است که مثلا در غزه زندانی است و اینا، ولی اینجا اشاره میکنه، میگه آنچه همه همدستان اسرائیل درباره اش متفق قولن اینه که برای حمله حماس هیچ انگیزه و محرکی وجود نداشته. از نظر این خانم و آقایون 75 سال تحمل پاکسازی قومی انگیزه و محرک نیست. ببین من دونه دونه میخوام با خانم برم پایین. خب از آنچه که همه همدستان فلسطین و غزه و جمهوری اسلامی و غیره، یا اصلا جمهوری اسلامی بزنیم که آنچه همه همدستان غزه دربارش متفق قولن اینه که برای حمایت مردم ایران از اسرائیل هیچ انگیزه و محرکی وجود ندارد. از نظر این خانم ها آقایون 44 سال تحمل آپارتاید جنسی، تحمل محدودیت های آزادی های مدنی در حقیقت محرک نیست. دونه دونه با هم میریم. ادامه میده این خانم: تحمیل اجباری مزارع و کشتارها به زمین دزدان انگیزه و محرک نیست. ایجاد گشت ارشاد و اذیت و آزار دختران برای این دزدان حامی جمهوری اسلامی و غیره انگیزه و محرک برای نیست. مگه میشه؟ شما تمام دلایلی که میاری، شما میخوای بگی آقا حماس جنایت کرد چون انگیزه داشت. بعد ببخشید مردم ایران که جنایت نکردن، اون وقت برای حمایت مردم از اسرائیل انگیزه نمیخوای چیز کنی داشته، مثلا بگی که انگیزه دارن. مردم ایران هم انگیزه دارن، در با تفاوت به این که مردم ایران الان کسی رو نکشتن، حماس رفته زن و بچه مردم رو کشته. اینجاست که من میگم من نفستون از جای گرمه. این خانم میگه که زندگانی هر روزه در رژیم آپارتاید انگیزه و محرک نیست. داره سوالی چیز میکنه، تعجب مثلا داره میکنه. خب از سوال زندگی هر روزه در رژیم آپارتاید جمهوری اسلامی انگیزه و محرک نیست که مردم از اسرائیل دفاع کنن. میگه ساختن با خانه به دوشی و زندگی در اردوگاه آوارگان انگیزه و محرک نیست. حالا ما اینکه کارتون خوابی و چه میدونم گورخوابی و چه میدونم اتوبوس خوابی و بیارتی خوابی و غیره، فشارهای اقتصادی که گسترده است بر دوش مردم ایران و اینکه مردم ایران میبینن کسانی که مرگ بر آمریکا میگن بچه‌هاشون تو آمریکا زندگی میکنن، اینا محرک نیست که مردم برن پشت اسرائیل. همین که جمهوری اسلامی دفاع میکنه از غزه کافی است که مردم برن پشت اسرائیل. چرا مردمو شماتت میکنید؟ این خیلی چیز عجیبیه. چون مقاله نمیشی به عنوان این روشنفکر مردم رو داری میزنی، حق با مردمه. همه این دلایلی که میاری که برای جنایات حماس خونشویی کنی، همه این دلایلم دلایلی است که من میگم من ضد اسرائیلیم، ولی همه این دلایلم دلایلی است که مردم ایران در دفاع از اسرائیل دارن. این موزه رو گرفتن. میگه بیش از 56 سال در اشغال بی‌امان و ظالم نظامی زیستن انگیزه و محرک نیست. خب آقا بیش از 43 سال از اشغال بی‌امان کشورمان ایران توسط جریانات شیعه و ظالم زیستن انگیزه و محرک نیست بریم پشت اسرائیل وایسن مردم. میگه مدامما شاهد رانده شدن فلسطینی‌ها از زمینشان و ویران شدن خانه و مدرسه و بیمارستانشان انگیزه و محرک نیست. مدامما شاهد رانده شدن مردم ایران در صدا و سیما که اگه نمیخواید اینجا هری مردم ایران را به کوچ دادن و کانالیزه کردن برای مهاجرت و آوردن افغانی‌ها که مهمترین کارگردان این کشور را سلاخی کنن محرک نیست. به شب آوردن هر روز در وحشت و ترس از یورش مهاجران مسلح و غیره محرک نیست. عجب اینکه هر روز این آقایون بسیجی حزب اللهی در همین جنبش زن زندگی آزادی میرفتن در چیتگر و در اکباتان شیشه های مغازهای مردم رو آوردن پایین، مردم رو تهدید میکردن، محرک نیست که الان اگه همین چماقدار و هوادار غزه مردم ایران هوادار اسرائیل باشن. میگه بیش از 16 سال محاصره هوایی دریایی و خاکی را تاب آوردن انگیزه و محرک نیست. آقا بیش از 20 ساله که اینترنت اومده و اینترنت را فیلتر کردن محرک نیست که مردم برن پشت اسرائیل. من برای همینه میگم خانم امیرشاهی، من شما را علاقه‌مندم ولی ببخشید نفسه از جای گرم میاد و این نمیشه ما بشینیم در خارج از کشور و اونجوری که خودمون بله فشار جمهوری اسلامی رو من و شما نیست و خیلی راحت میتونیم در مورد من حمایت مردم ایران از اسرائیل در این مقطع من نمیخوام از واژه منطقی استفاده کنم، ولی بر اساس منطق جامعه شناسی هماهنگه و قابل کاملا فهم و درکه. به عنوان یاران ملیگرا با شما همدل هستم، اسرائیل دشمن وجودی ایرانه، ولی این که کاری که مردم ایران میکنن کاملا منطقی. منم همین الان تو برنامه سازی حواسم جمعه که از غزه و فلسطین دفاع نکنم، چون هر نوع حمایت ماها از غزه و فلسطین به زبان فارسی آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریختنه، ولی به اینکه واقعا دلم هم نمیاد، چون مردم غزه و حامیان در حقیقت حماس اینا جهت اسلامگرای عقب افتادن. اصلا اینا غزه و فلسطین و قدس رو آزاد کنن چیکار کنن؟ به کجا وصلش کنم؟ مشکل من با اسرائیل البته بابت توسعه طلبی جغرافیایی و خطرات امنیتی که اسرائیل میتونه در آینده برای ما داشته باشه هست. یعنی اینکه بخوایم از جنبه اسلامی اگه استراتژی باشه، مثلا در بساط تاکتیکی بگیم آقا ما از حماس دفاع کنیم، اینا همدیگه رو بکشن، ضعیف کنن، یه بحث دیگه. ولی اینکه شما خیلی دارید در چارچوب، چون شما مقاله رو در چارچوب ارزشی و اخلاقی نوشتی، در چارچوب ارزشی و اخلاقی من میگم که شما نمیتونی فشاری که رو مردم ایران نبینی، شما محرک هایی که باعث شده حماس بده اون جنایات رو بکنه ببینی، ولی محرک هایی که باعث شده مردم ایران از اسرائیل دفاع کنن رو تو مقالت نبینی. بحث بر سر اینه و خیلی راحت تو بخش اول مقالتون سریع رد میشی، میگه این دلیل نمیشه چون ما با جمهوری اسلامی مشکل داریم از اسرائیل دفاع کنید. با یه همچین یه خطی قضیه رو باز کردید، بستید و رفتید بقیه داستان مقالتون رو پیگیری کردید. این غیر قابل قبوله، غیر قابل قبوله، من نمیتونم بپذیرم و این نقد رو به شما دارم که شما چون اگه مقالتون در چارچوب تاریخی سیاسی چیز دیگری بود، آره، ولی شما چون در چارچوب ارزشی و اخلاقی و حقوق بشری به قضیه میپردازید، من با سوالم اینه چطور شما این تماما با جزئیات حقوق بشر و مسئله ارزشی و اخلاقی رو در قبال حماس و غزه دیدید، ولی در قبال مردم ایران که رفتن پشت اسرائیل این چیزها رو ندیدید؟ مردم ایران که اسرائیل نمیشناسن چیه، از کجا عاشق چشم و ابرو اسرائیل باشن؟ دلایلی داره که امروز پشت اسرائیلن. من میگم اون دلایل باید شناسایی بشه. پاینده ایران و بدرود.